غافلگیری از نتایج همه پرسی کشور شیلی. یک شنبه گذشته مردم این کشور پای صندوق‌های رأی رفتند و به تغییر قانون اساسی فعلی که در دوره دیکتاتوری آگوستو پینوشه تدوین شده بود نگفتند. شامگاه یک شنبه رسانه‌های کشور شیلی اعلام کردند تقریبا 90% از آرا شمارش شده و تنها 38% از رأی دهندگان با پیشنویس جدید قانون اساسی موافقت کردند. برخلاف آنچه نتایج نظرسنجی‌ها پیش از برگزاری همه پرسی نشان می‌دادند. خبری بعد برای گابریل بوریچ، رئیس جمهوری شیلی، از طرفداران پیشنویس قانون اساسی جدید. به عنوان رئیس جمهوری به این نتیجه احترام می‌گذارم. ما باید به صدای مردم گوش کنیم. نباید فراموش کنیم که چگونه به اینجا رسیدیم. در 4 سپتامبر، دموکراسی در شیلی قوی‌تر ظاهر شد. جهان این رو دیده و تشخیص داده که این کشور در سخت‌ترین لحظه‌های خود گفتگو و توافق را برای غلبه بر شکستگی‌ها و دردهای خود انتخاب می‌کنه. ما باید عمیقاً به این موضوع افتخار کنیم. آقای بوریچ روز دوشنبه همه احزاب سیاسی را فراخواند تا درباره ادامه روند دستیابی به یک قانون اساسی جدید گفتگو کنند. شماری از تحلیلگران سیاسی شیلی قانون اساسی پیشنهادی را یکی از پیشروترین در دنیا توصیف کرده بودند، اما عده دیگران را بیش از حد چپگرایانه خواندند. این قانون اساسی بر پایه ایجاد جامعه مبتنی بر رفاه بیشتر، تقویت حقوق بومیان و قانونی کردن سخت جنین نوشته شده بود. قانون اساسی پیشنهادی در واکنش به اعتراضات خشونت‌آمیز گسترده‌ای که در اواخر سال 2019 میلادی سراسر شیلی را فرا گرفت، تهیه شده بود. شماری از ناظران یکی از دلایل پذیرفته نشدن آن را تأکید و برجسته کردن حقوق بومیان می‌دانند. 13% از جمعیت 19 میلیونی شیلی را بومیان این کشور تشکیل می‌دهند. قانون اساسی پیشنهادی خودمختاری بیشتری به ویژه در حوزه قضایی به جوامع بومی شیلی اعطا کرد. یکی دیگر از بازنده های این رأی‌گیری شاید بخش زیادی از زنان هستند، چرا که قانون اساسی پیشنهادی سخت جنین را قانونی می کرد و همچنین این الزام را به وجود می آورد که زنان نیمی از مناصب نهادهای دولتی را در اختیار داشته باشند. نتایج همه پرسی قانون اساسی در شیلی نشان می‌دهد اکثریت رای دهندگان مخالف تغییر قانون اساسی فعلی هستند که در دوره دیکتاتوری آگوستو پینوشه تدوین شده. امری که فراتر از انتظارات اپوزیسیون محافظه‌کار در این کشور بود. بر اساس گزارش‌ها 62% آرا متعلق به مخالفان تغییر قانون اساسی و 38% متعلق به موافقان است. مهران کریمی، رادیو فردا.